به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم در آستانه فرارسیدن سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر هستیم. این روزا به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و از باب الحوائج موسی بن جعفر میخواییم که حاجت های همه شما عزیزان و هموطنان گلم را حاجت هایتان را برآورده کنه و از خدای بزرگ میخواییم که به حق موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام به همه شما صحت، سلامتی، جوری، صحتمندی و آرامش و امنیت نصیبتان بگردانه. از امام کاظم علیه السلام روایت هست که ایشان فرمودند که زندگی خودتان را به چهار قسمت تقسیم کنین: یک، عبادت خداوند، دو، امرار معاش، سه، معاشرت با انسانهای نیک و چهار، تفریحات سالم. امیدوار هستیم که از زندگی ایشان درس بگیریم و الگو قرار بدیم و ببینیم که ایشان چگونه زندگی کردن و چگونه بودن در زندگی. انشالله که بتانیم ما هم بهترین سرمشق و الگو قرار بدیم زندگی این بزرگواران را و امیدوار هستیم که به حق این روزهای بزرگ حاجات و تمام خواسته های شما عزیزان بیننده برآورده شود. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا، شما هم همراه ما باشین تا آخری لحظات. خواهر خوب ما خانم عالمی اینجا هستند در استودیو، سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید عرض میکنیم. سلام خانم عالمی، خوب هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار محترم و همه بینندگان عزیزم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام هفتم ما حضرت امام کاظم علیه السلام را و انشاءالله که همه ما بتوانیم از پیروان حقیقی ایشان قرار بگیریم. زنده باشین، بسیار تشکر. خانم عالمی، صحبتی در رابطه با امام کاظم علیه السلام داریم، بفرمایید که بعد بریم روی موضوعی که روزهای پنجشنبه ما صحبت میکردیم و گفتگو میکردیم و تقدیم عزیزان میداشته باشیم. بله، خب قطعا یک وظیفه ما هسته که خب دین بگردن ما هسته که در مناسبت های بزرگواران ائمه که میرسیم خب یک گپ مختصری رو گفته باشیم که هم بتونیم او دینمون رو ادا کنیم و هم یک اطلاعات مختصری به بینندگان عزیز بدیم. خب همه میدونین که امام کاظم علیه السلام امام هفتم ما هسته و مقبره ایشان در کاظمین هستن. کسایی که خب مشرف شدن به زیارت این امام بزرگوار میبینن که واقعا صحن و سرای کاظمین یک خدا قسمت کنه همه گیره انشالله، ولی حقیقتا یک حال هوای خاصی داره. یه وقتی که برای همین هسته که در روایات به زیارت اهل قبور خیلی سفارش داره و یکی از سیره حضرت فاطمه زهرا بعد از رحلت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین بودن که ایشان همیشه امام حسنین رو دستشون رو میگرفتن و به زیارت پیامبر میرفتن. حالا سوای از او حس دلتنگی، قطعا ایشان یکی از اهدافشون همین بوده که بخوای یک سیره قرار بده برای شیعیان که با رفتن به زیارت در صورت امکان اگر امکانش وجود داشته باشه بتونن اون معرفت قلبیشون نسبت به اون امامان همام این به قول معروف که پیوندشون رو محکمتر کنن و یک همیشه این معرفت در دلشون روشنتر بشه. درسته، بسیار تأثیر داره. انشالله که زیارت کاظم نصیب همه بینندگان محترم بشه. و خب امام کاظم علیه السلام از امامانی بودن که در دورانشون بسیار سختی های زیاد رو متحمل شدن. بله. همه میدونن که خب باب الحوائج معروف هستن. بله. از خاطر اینکه ایشان 35 سال امامت را که داشتن در یک دوره بسیار سختی بودن، یعنی در درسته. دوره بوده که اوج قدرت و حکومت عباسی بوده، یعنی در چهار پادشاه عباسی که ایشان در اون زمان امامت میکردن بسیار سخت گیری میکردن نسبت به شیعیان. یعنی همین باره ایشان از سوی پادشاهان عباسی، از حاکمان عباسی ایشان در حال یعنی در حصر بودن، همیشه کنترل میشدن و چندین بار هم به زندان افتادن. بله. زیاد بوده که ایشان به زندان افتادن و یک شرایط بسیار سختی رو برعکس پدر بزرگوارشان که امام صادق علیه السلام که خب در یک شرایط بسیار آزادتر و راحتتری میتونستن ایشان خب
رسالت و امامت خودشون رو به انجام برسانن، امام کاظم علیه السلام در یک محدودیت بسیار سنگین قرار داشتن. درست. و واقعا شرایط خیلی سخت بود. اما با این حال هم ما میبینیم که حضرت امام کاظم علیه السلام از امامانی بودن که واقعا با همین که 35 سال در فشار و تنگنا زندگی کردن، همواره از دست از به قول معروف که او رسالت و امامت بله. خودشون بر نمی داشتن. از یاد خداوند هم غافل نبودن، در همون زندان هم عبادت کردن و از یاد خداوند غافل نبودن، غافل نشدن و شکرگزار تمام نعمتهای خداوند بودن حتی در سختی ها. برای همین هستش که چون امام کاظم علیه السلام همین که در زندان بسیار اهل عبادت بودن و بسیار هم معروف بودن به سخاوت و کمک کردن مردم، حتی در همان زمان خودشون غیر شیعیان هم به ایشان بسیار ارادت داشتن. بعدها هم افرادی بودن که مثل امام شافعی که حتی میان اقرار میکنم میگه که من وقتی که مشکلی برام پیش میاد، وقتی که به مزار حضرت کاظم علیه السلام میرم، اونجا مشکلم برطرف میشه. یعنی حتی در تاریخ بوده که از بین ائمه به امام کاظم اهل سنت بسیار ارادت دارن. بله. و همین الان هم میبینیم که مزار ایشون در یک شهر کاظمین خب در بین اهل سنت قرار داره. درست. اهل سنت نسبت به ایشون بسیار ارادت دارن. و انشاءالله که ما که شیعه امام کاظم علیه السلام هستیم، بتوانیم واقعا اون سختی هایی که امام کاظم علیه السلام در او دوران امامت کشیده، اونها را اگر کوچکترین بله وظیفه‌ای بله. که ما در مقابل این سختی هایی که امامان ما کشیدن، یعنی همه امامان ما با یک نحوی سختی کشیدن، ولی خب امام کاظم علیه السلام را ما می‌بینیم که در یک شرایط بسیار سختی بودن، که حتی بله. در زیارتنامه‌شون اومده که تشبیه شده به زندانی رو که امام کاظم علیه السلام میگه در زندانی که ایشان بوده، تشبیه شده به مطمره، این یک زندانی که بسیار عمیق بوده و تنگ مثل چاه. بله. که فرد فقط میتونست بشینه، یعنی نمیتونست حتی پای خودش دراز کنه. و امام کاظم علیه السلام در یک چنین سختی های وظیفه رسالتشون حتی از همون چاه عمیقی که میگن تشبیه شده، زندانی که بهش چاه عمیق تشبیه شده، از همونجا هم وظیفهشون انجام میدادن. بانوهایی که به ایشان از طریق یک سری وکلای داشتن که در زمان امام کاظم علیه السلام ایشان از یک سیستم وکالت استفاده میکردن، یعنی یک وکیل های رو اومدن ایشان تایید میکردن بر نقاط مختلف دنیا. که جالب هست که یک وکیل هم در قندهار داشتن ایشان فرستاده بودن و ای از طریق وکیلا با شیعیان خودشون در ارتباط می بودن. درست. و از همون دل قعر چاه، از همون حالی که میگیم چاه یعنی او زندانی که کاملا شبیه به یک چاه به همین شکل بوده، از همونجا ایشان به شیعیان، به سوالات شیعیان پاسخ میدادن و امر رسالات را انجام میدن. باشد که انشاءالله بتوانیم از رهروان راستین این امام عزیز و بزرگوار قرار بگیریم. الهی آمین. دست ما و دامان تو یا موسی بن جعفر. بسیار خوب، در خدمت شما عزیزان هستیم و آرزو میکنیم که همه ما و شما بتانیم از این سرمایه های بزرگ، این چراغ های هدایت استفاده ببریم، از زندگانی زندگی نامه ایشان را مطالعه کنیم و ببینیم که چگونه زیستن، چگونه صبر داشتن و چگونه در تمام سختی ها و مصائب مشکلات چگونه موفق بیرون آمدن و سربلند بودن، ارتباطشان با خدای بزرگ چگونه بود. انشالله که بتانیم درس های بزرگ رو بگیریم. و اما بپردازیم به ادامه صحبت ها و موضوع خود ما که در روزهای پنجشنبه تقدیم شما عزیزان میشد، در رابطه با حقوق مشاور در رساله امام سجاد علیه السلام هفته پیش صحبت کردیم و امروز هم میخواییم در رابطه با حقوق نصیحت کننده و نصیحت شونده صحبت کنیم با شما عزیزان. خب خانم عالمی، وقتی که ما صحبتی از نصیحت میشه، ناخودآگاه ما به یاد پند و اندرز و امر و نهی و ای کار رو بکن ای کار رو نکن میفتیم. آیا واقعا معنی نصیحت همین هست؟ میخوایم یک تعریفی از نصیحت برای ما داشته باشیم. بله دقیقا همینطور. این اولین تعریفی که به ذهن متبادر میشه در خصوص نصیحت همین پند و اندرزی هست که خواهیم میشه از سوی بزرگترهای ما با ما، از سوی کسایی که خب کلانتر هستن، میتونه پدر و مادر ما باشه یا هر کسی دیگه، به ما خب میرسن. بله. ولی خب در حقیقت خود نصیحت
حالا اگه بخوایم خیلی ریز ریش رو بکنیم، از نصح گرفته شده. نصح به معنی یعنی خیرخواهی. خیرخواهی. از خیرخواهی گرفته شده. و خود نصیحت کردن که حالا حالا ما این نصیحت کردنی که ما مد نظر ما هست که قراره انشالله در برنامه امروز و در برنامه آینده در خصوص گفتگو کنیم، همین بحث پند و اندرز هستن اختصاصی. ولیکن خود نصح یا همون خیرخواهی، پند و اندرز یک قسمی از قسمهای نصیحت هستن. یعنی نصیحت خودش یک دایره بسیار گسترده داره. خب یکی میگیم دایره بسیار گسترده داره در تعالیم دینی ما، یعنی در یعنی معنی گسترده داره، یعنی که یعنی دامنش جایگاه بسیار گسترده، اقسام گوناگون ما نصیحت داریم، یعنی انواع نصیحت انواع داریم. نصیحت داریم. البته این که میگیم انواع نصیحت داریم، این خب ما در همه روایات خودمان داریم، در منابع دینی خودمان داریم. بحث نصیحت، حالا اگه میگیم که اقسام نصیحت، خب کلا در علم روانشناسی یا در علم علوم انسانی یه همچین اقسامی را داره. اینکه اقسام نصیحت یک قسمش برمیگرده به پند و اندرز، اقسام دیگه ایشان خب اینها در بحث علوم دینی که ما داریم انواع مختلف هستن. خب یکی از قسمهای نصیحت یا همون خیرخواهی کردن، نصیحت یعنی اون خیرخواهی نسبت به خدا هست، یعنی رابطه انسان با خدا، خیرخواهی یعنی انسان نسبت به خیرخواه باشه. و این خیلی جالب است که چطور میتونه یه انسان نسبت به خدا نصیحت داشته باشه، یعنی خیرخواه باشه. نصیحت برای خداوند، نصیحت برای خدا باشه، خیرخواه باشه. قبل از اینکه بیایم اقسام نصیحت باز کنیم، یک فرق بین مشاورت، مشورت با نصیحت بر ما بگوین. واقعا من میخواستم میره بگم که واقعا این لحظه به قول معروف که لابلای حرفای فراموش. خب اصلا کل یک گپا رو بانیم بعد از یک میان برنامه، چطور؟ خب بسیار خوبه. عزیزان بیننده، میان برنامه داریم تقدیم شما، بعد از اون میایم و صحبتهای مفصل داریم با شما عزیزان، حتما ما را همراهی کنیم. صلی الله علیک یا مولای یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. در دل تاریک زندان مثل شمع روشنم، لحظه لحظه ذره ذره آب گردیده تنم. بس که لاغر گشتم چون میگذارم سر به خاک، خصم پندارد که این من نیستم پیراهنم. در سیه چال بلا با دوست خلوت کرده ام، این نماز، این حال خوش، این عشق دامن دامنم. هر که زندانی شود باید ملاقاتش روند، این که ممنوع الملاقات است در زندان منم. قاتل دل سنگ می خندد به عشق دیدنم، قاتل دل سنگ می خندد به عشق دیدم. حلقه زنجیر می گرید به زخم گردنم. بس که جسمم آب گشته مثل شمع سوخته، محو گشته جای نقش تازیانه بر تنم. روزه دارم، وقت افطار است و گویی قاتلم، کرده با خرمای زهرآلود قصد کشتنم. گاه گاه از ساقهای پای من خون می چکد، بس که پا ساییده گشته بین کند و آهنم. دوستان از گریه من حبس هم آمد بتنگ، با وجود آن که خندیدم بروی دشمنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. خب تشکر از اینکه برنامه روشنا رو انتخاب کردین و بیننده برنامه هستین. تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. امروز گفتگوهای بسیار خوبی داریم برای شما عزیزان.
چیزهایی هست که در زندگی شاید برای شما جزئی به نظر بیاید، ولی این موضوعات در زندگی بسیار میتونه مؤثر باشه، به خاطر از اینکه ما علاقمند هستیم در زندگی که رشد کنیم، به کمال برسیم و مراحل موفقیت ها و خوشبختی ها را طی کنیم. پس همراهی کنین، صحبت های ما را بشنوین و انشالله که بتونیم اینها را در زندگی عمل کنیم، تا اینکه طعم خوش خوشبختی و موفقیت را بچشیم در زندگی. و اما ادامه صحبت ها و ای که قرار شد که بیایم متفاوت تفاوت مشاوره و نصیحت مشورت و نصیحت را از خانم عالمی عزیز بپرسیم که میان برنامه رفتیم. خب خانم عالمی، حالا بیایم تفاوتی بین مشوره و نصیحت وجود داره. حالا شاید کم و بیش اینها شبیه هم باشن، ولی تفاوت هایی دارن اینها. چه تفاوت هایی بینشان هست؟ بله، خب ما در مورد مشورت در برنامه های قبل صحبت هایی داشتیم، گفتیم مشورت یعنی که ما در مسئله بخوایم که از رأی و نظر یک دیگر استفاده کنیم، یعنی علاوه بر این که بخوایم از خرد خودمون در خصوص یک مسئله بخوایم کمک بگیریم، چون خب ممکن است به مشکل بر بخوریم، یا حتی بخوایم برای این که اطمینان حاصل پیدا کنیم که آیا اون رأی و نظر خودمون صحیح هست یا خیر، بخوایم از یک رأیی که خب این رأی قطعا باید از یک شخصی که صالح باشه، گفتیم که چه شرایطی داشته باشه، از اون شخص این رأی را جویا بشیم و بخوایم نظر او را هم بداریم و در نهایت بیاییم اون چیزی که احساس میکنیم که صحیح تر هست و درست تر هست، خودمون مختار هستیم که او را انتخاب کنیم و او را پیاده کنیم. ولی خب در بحث نصیحت، یعنی نصیحت یک، ما خودمون ممکن است در یک مسئله، مثلا بحث نصیحت خانم زهری کلا برمیگرده مثل شبیه موعظه و تذکر هست، خب درسته، این نصیحتی که ما میگیم از که میگیم خب پند و اندرز هست، چون گفتیم نصیحت انواع مختلف داره، یعنی قسم های مختلف داره. حالا اون مفهوم رفتاریش که ما در رفتار میایم میخوایم بررسی کنیم که بحث پند و اندرز هست، این شامل این میشه که خب شخص خودش یک دانایی هایی داره به خصوص یک مسئله، اطلاعات داره، ولی کن فراموشش میشه. یعنی مثلا میگه شما به طور مثال یک طفل خود، اولاد خودت رو در نظر داشته باشید که این خب میدونه که اینالی که از اون داد باید نماز بخونه، بیسته به نماز، درسته، ولی خب تو به عنوان یک مادر، یا من به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، به عنوان یک والدین میایم بیرو بگیم که خب دختریم، بچه‌ایم، اینالی از اون داده، خب بریم که تذکر میدیم، یک تذکر دوستانه، یک تذکر بهش بدیم، خب این میشه همون نصیحت. یا اینکه مثلا به طور مثال یک شخصی که همه اولاد خودمون رو بهش تذکر میدیم که خب اینجا با یک این شخص بزرگتر از خودت، با یک شخصی که از تو کلانتر هسته، مؤدبانه تر رفتار کنی، اون شخصی اون رفتاری رو که او خودش میدونه، حتی ممکن است بدونه، ولی خب ما یک تذکر میدیم، یک گوش زده میکنیم که خودش متوجه بشه، یعنی به خودش بیایه. بله بله، ما این را میگیم، یاداوری میکنیم، یک نوع یاداوری کردن هست. و این برای همین هست که حضرت علی علیه السلام همواره میفرمایند که هیچ انسانی در هیچ زمانی بی نیاز از موعظه نیست، بی نیاز از این پند و اندرز نیست، و همواره نیاز به پند و اندرز داره. و این هم برمیگرده، و این هم دلیل به این نمیشه که او شخصی که ما میخوایم بگیم که او مثلا من نیاز به پند و اندرز دارم، به خاطر این هست که خب من علم و آگاهیم کم هستم، من آدمی هستم که خب چون توانایی ندارم، به قول معروف که سطح تحصیلاتم پایین تر هست، اینها هیچ به قول معروف ربطی به این قضیه نداره. بحث پند و اندرز همواره یک شخص نیازمندی هست که متذکر بشه او داناسته هایی که داره، تجربیاتی که داره، اطلاعاتی که داره، که هست. هر چی که، یعنی او داناسته های او برای که او گوشزد بشه. ولی در بحث مشاوره ما میاییم یک درخواستی میکنیم که یک علمی را از یکی بیاموزیم، حتی درسته، بله. حتی تو بحث نصیحت حتی تخصصی میشه در مشاوره، در واقع ما در حوزه مشاوره بسیار گسترده است، یعنی در مشاوره ما میبینیم که حتی ما در تمامی ارگان ها، سیستم های سیاسی، اجتماعی، در تمامی به قول معروف که اجتماعات حتی خارج از خانواده ما بحث مشاوره داریم، یعنی یک تبدیل شده به یک علمی که
و در تقریبا میشه گفت یک تخصصی هست که در هر علم یک تخصص هست. مشاوره پزشکی داره، مشاوره به قول معروف روانشناسی داره، مشاوره خانواده هست، اینها هست. ولی بحث پند و اندرز که حالا یک قسم از قسم نصیحت هستن، اینها بسیار داره دایرهشون محدودتر میشه. محدودتر میشه یعنی که در دایره بیشتر بین افرادی این ممکن است شکل بگیره و انجام بشه که اونها یک صمیمیت بینشون وجود داره. به خصوص در بین اعضای خانواده بیشتر دیده میشه. شما نمیتونید مثلا بحث نصیحت رو به یک شخصی که خب هیچ آشنایی نسبت به اون ندارین بریم که شروع کنیم بگه خب بیا ما بشین من شما رو یک نصیحت کنم. اون میشه دیگه شاید یک وارد یک حوزه دیگه بشیم که بشیم به اسم امر و نهی از منکر میشه که یک جاهایی خب بر ما واجبه، یک جاهایی که اصلا هیچ نیازی نیست که ما خودمون رو به زحمت بندازیم که همون رو حتی انجام بدیم که به اشتباه مردم میبینیم که یک جاهایی تصور میکنن که وظیفهشان امر معروف و نهی از منکر هستن و وارد میشن که اصلا واقعا اشتباه هست. یعنی جایگاه خود داره، یک زمان مخصوص به خود داره، شرایط خاص داره. اما بحث نصیحت نه، بحث نصیحت بسیار یک محدودیت خاصی داره و بیشتر برگرفته میشه از عواطف و احساسات. یعنی باید یک رابطه احساسی بین دو طرف وجود داشته باشه تا این نصیحت آره که به نتیجه برسه. یعنی باید حتما یک رابطه صمیمانه و دوستانه باشه تا اینکه نصیحت امکان پذیر باشه. دقیقاً. یعنی منظورت اینه که ما به افرادی که نمیشناسیم، افرادی که بیگانه هستن برای ما، ما نصیحت ما نمیتونه روی از اینا موثر باشه. درست است؟ هرچند که خیرخواهانه باشه. او میتونه مثلا او هم یک جایگاه خود خودش داره. خب ما میگیم که گفتیم در بحث نصح که گفتیم هم خیرخواهی هست، یکی از اقسام خیرخواهی نسبت مردم خیرخواهی نسبت به مؤمن هست که بسیار در روایات تاکید شده که هم قدر که همون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. یعنی امام علی علیه السلام میفرمایند که در بحث نحس اینه که خیرخواهی، اگر تو خیر برای خودت میپسندی باید برای دیگران هم همون رو بپسندی. اگر میبینی که در جامعه یک کسی نیاز به اداره که تو باید به او خیر برسانی، به او احسان برسانی، مثل همین کمک کردن به یتیم که خودش یک نوع احسانی که کردن هست که وظیفه ما هست. در خصوص بحث نصیحت و اندرس هم میگه این وظیفه شما هست، ولی که ما باید جایگاه این وظیفه رو بشناسیم. اینطور نباشه که ما به هر کس رسیدیم به اون یک شخصی که عقل کل هستیم بیایم شروع کنیم به امر و نهی کردن و او قضیه رو که اصلا نتیجه نمیده که هیچ، حتی ممکن است بسیار برعکسش هم عمل بشه، یعنی ممکنه حتی نتیجه عکس هم بده. درسته. یعنی کلا بحث نصیحت یک بحث محدودتری هست نسبت به بحث مشاوره. خب کم تو شما گفتین تفاوتش با مشاوره بگین. و یک بحث دیگه هم هست، بحث امر معروف و نهی از منکر، هم او هم بسیار شباهت داره به نصیحت کردن. و خب در بحث امر و نهی از منکر هم یه سری شرایط بسیار خاص داره که اگر او شرایط محقق باشه شخص میتونه که او از به قول معروف که از او نیت خیرخواهانه خودش استفاده کنه و به سراغ خب اون شخصی که میخواد او را امر کنه به معروف یا او را از منکر نهی کنه یه امر انجام بده. پس نتیجه میگیریم که مشاوره یک امر است که حالت تخصصی داره، ساختارمند هست. دقیقاً همینطور است. ولی به هر حال نصیحت میتونیم بگیم که حاصل تجربه هست، میتونیم بگیم که حاصل یک تجربیات یک فرد، حالا میتونه اون فرد مادر کلان باشه، پدر کلان باشه، فردی که یک عضو یک خانواده است یا یک همکاری که تجربیات خاص خود داره در یک محل کار در جامعه، میتونیم حاصل از اطلاعات و تجربه خودش را بگیم که نصیحت میکنه و به دیگران این نصیحت همون به معنی پند و اندرز، یعنی اون چیزی به معنی پند و اندرزی که خب حالا ما مد نظر ما هستن. خب اقسام دیگه در کنار این نصیحت گفتیم، اقسام دیگه هم در وجود داره. یک نصح نسبت به خداوند هست، یعنی خیر خواهی نسبت به خداوند که در روایات اومده گفته که یعنی که اگه بنده خدا بیایه خدای خودش را خالصانه و از روی اخلاص عبادت کنه، این میشه همون وظیفه و اون نصیحتی که به قول معروف نصحی که نسبت به خداوند وظیفه داره. و یک نصیحت هست، نصیحت نسبت به قرآن و ائمه و پیامبران هست که این هم
اون وظیفه خب ما چی هست نسبت به این نصیحت. این که نیست که ما اونها رو آموزش بدیم، خدای نکرده نعوذ بالله بگیم که خب بگیم که پیامبران چیکار کنن یا امامان چیکار کنن. این که وظیفه ما این باشه که روایت کنیم از امامان ما، درست روایت کنیم و پیروی صحیح داشته باشیم. یعنی همونطوری که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در رکاب حضرت ابو عبدالله علیه السلام اومدن وفادارانه جنگیدن، یعنی اون وفای خودمون رو نسبت به ائمه اطهار، نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم، اون را ما ابراز کنیم و نشان بدیم. این وفاداری خودمون، وفاداری از چه از کجا نشأت میگیره؟ اینکه بخوایم رسالتشون را قبول کنیم، ولایتشون را بپذیریم، یعنی که خود ما اونها را انجام بدیم، عملی کنیم و بعد به دیگران هم تذکر بدیم و بگوییم. دقیقاً. و اونها را هم منتقل کنیم به کسانی که نسبت بیشتر نصیحتی خیرخواهانه. دقیقاً. این نسبت به کسانی که وظیفه داریم به اونها نسبت. خب و خب به هر حال همه انسان‌ها نسبت به یکی دیگر وظایف دارن دیگه. درسته که در اجتماع کوشش میکنن توی این جامعه امروزی که چقدر آدم میبینه که در دین، در مذهب، در ایمان کم کم انسان ها نسبت به این موضوعات کمکه کم رنگ تر میشه، حالا به خاطر مسائل خاصی که وجود داره. وظایف انسان ها نسبت به هم در این امورات هم بیشتر میشه. دقیقاً همینطور است. بله، با توجه به سختی ها و مشکلات. میان برنامه هست تقدیم عزیزان میکنیم و همچنان از همه شما عزیزان میخواییم که تا خیلی لحظات ما را همراهی کنن و اگر هم سوالاتی در ذهنتان میاد حتما میتونید با ما در ارتباط باشین و پرسان کنین. همراه ما باشین. اللهم صل على محمد المصطفى مثبت 964 780 255 40 13 نمبر ما هست. میتونین با ما در ارتباط باشین. سوالات و انتقادات، پیشنهاد و هر صحبتی که دارین حتما با ما در جریان قرار بدین و ما خوش میشیم که شما عزیزان با ما در ارتباط باشین. و اما با برنامه روشنا شما عزیزان همراه هستین با موضوع نصیحت کننده و نصیحت شونده، حقوق این دو نفر و در رساله امام سجاد علیه السلام را بررسی میکنیم امروز و ببینیم که خانم عالمی عزیز چه صحبتهایی دارن برای ما. مشاور و نصیحت را تفاوتش را بیان کردن خانم عالمی و حالا میپردازیم و ببینیم که انواع نصیحت چه هست. به هر حال انواع نصیحت را هم بیان کردین شما. نصیحتی است که از طریق ارتباط با خداوند هست، نصیحت برای خدا، نصیحت برای خداوند، برای امامان و معصومین، برای قرآن و حالا برای مردم. دقیقاً. حالا قبل یک نصیحت دیگه هم گفتن که برای حاکمان اسلامی هست، یعنی که شما نسبت به اون کسی که در رأس حکومت اسلامی هستن نسبت به او هم دیگه وظیفه دارید. و اینکه میگن نصیحت برای حاکم اسلامی یعنی که نسبت به کسی که به شما حاکمیت میکنه نباید بی‌مسئولیت باشین، یعنی همواره نسبت به اونها باید واقعا این حس مسئولیت رو داشته باشین که اگر در یک خب مملکتی هست، در یک حکومتی هست که یک شخصی هست در رأس یک حکومت هست، افراد نسبت به اون شخص هم عملکردهای ممکن است افرادی که در زیر دست او هست مثلا به عملکردهای اونها را وظیفه اش هست که اونها را تا جایی که امکان داره گزارش بده و از اون طرف هم خب و این گزارش دادن این افرادی که در مملکت به طور مثال خب یک کشور ممکن است یک حاکمی باشه، خب عملکردهای زیردستایش خب ما با اون یک به قول معروف یک شهروند وظیفه ما هست که عملکردها رو گزارش بدیم برای که او خود روند حکومت اصلاح بشه. این هم همون خیرخواهی میشه نسبت به شخص حاکم. این هم وظیفه هر شخصی هست که در
یک جامعه نسبت به عمل کرده افرادی که در حکومت هستن نسبت به اونها ساکت نباشه و نسبت به اونها حتما یک این خیلی نزدیک به همون امر به معروف و نهی از منکر میشه. این دیگه یک وظیفه تقریبا میشه گفت سیاسیه، یعنی کسی که یک امر به معروف و نهی از منکر سیاسی نه یک چیز اجتماعی، چرا که نسبت به افرادی که در یک دستگاه حکومتی وجود داره، مثلا نسبت به وزیران یا مدیران، کسایی که خب چه عملکردهایی دارن، اگر انتقادی هست نسبت به اونها، اینها را خب گزارش بدیم برای که اونها اصلاح بشه. خب چرا که اصلاح همین ها واقعا اصلاح امور تمام مردم را در نظر داره. شما اگه یک نفر را ببینید که در یک حکومت خب فاسد هسته و این دست نشانده حکومت هسته و یک جای گوشه حکومت داره فساد میکنه، خب اگه رو گزارش ندیم حقیقتا ممکن هست اگر ما اطلاع داشته باشیم یا اگه بتونیم یک کار انجام بدیم و این کار انجام نمیدیم، در او واقعا فساد ما شریک هستیم، چرا که خب میتونیم که یک به قول معروف یک مسئولیت را او شخص را خب اگر گزارش بدیم او شخص میتونه ممکن است مؤاخذه بشه و یک اصلاحی در امر حکومت ایجاد بشه. خب این نصیحت به معنای نقد این موضوع میشه؟ میتونه همین انتقاد، همین انتقاد، انتقاد از چقدر نزدیک به هم هست اینا؟ دقیقاً همین بحث انتقاد از عمل ما اگه نصیحت فکر کنیم میتونه زیر شاخه های زیاد داشته باشه. اینها کسایی هست اینها امر به معروف، دقیقاً انتقاد، از نسح گرفته شده. همین که میگیم خیرخواهی دقیقاً همینطور است، یعنی در بحث انتقاد هم همینطور است که وقتی میگیم از یک شخصی ما میام انتقاد میکنیم، با عنوان مثلا یک مدیر، یک به قول معروف یک نهاد، یک ارگان دولتی یا غیر دولتی یا هر جایی که باشه، و این همین انتقاد یا به قول معروف همین ابراز نظر که همون خیرخواهی میشه که جزوی از نصح حساب میشه، همین خودش باعث میشه که خب این سیستم اصلاح بشه. همونطور که افراد را اگه با نصیحت کردن ما تمام قصد کوشش میکنیم که اصلاح اون شخص را اصلاح کنیم، در مورد یک دستگاه هم همینطور است. پس لازمه یه نصیحت همین خیرخواهی هست، یعنی که ما یعنی باید نصیحت در جامعه وجود داشته باشه، وجود داشته باشه و از روی خیرخواهی و نصح باشه، یعنی بود این به قول معروف این رکن معنویش لازم و ضروری هست در جامعه، در خانواده، در جامعه، در بین افراد، یعنی ما الان و یک قسم دیگه هم هست همون نسبت به تک تک افراد که حالا همین بحث پند و اندرس هسته که این وظیفه ما هست که نسبت به تک تک افراد جامعه اگر جایی احساس کنیم که شخصی نیاز به ای داره که او را از خیرخواهی یعنی بهره‌مند کنیم، نباید دریغ کنیم و این خیرخواهی فقط صرف به این نیست که ما بخوایم این خیرخواهی را با کلاممون نسبت به افراد برسیم. یک جایی هست میکنه است یک شخص نیاز به کمک داشته باشه، بله، به طور مثال یک شخص نیاز به ای داشته باشه که ما به او یاری برسانیم در یک امری، فقط صرفا یاری رساندن این نیست که بخوایم او را راه درست و صحیح را نشون بدیم. میگه حالا هر نوع کمکی، یک از هر نوع کمکی که از ما میتونه بر بیایه نسبت یک شخصی به مسلمانی داشته باشیم که او کمک باعث بشه که او شخص یک اصلاحی در امرش ایجاد بشه. یعنی فقط با پند و اندرز و صحبت و نصیحت و گفتگو نیست. یعنی یک ما میتونیم از روش های گوناگون خیرخواهی داشته باشیم. اگر نیاز مادی داشته باشه به اون نیاز مادی برسانیم. و بازو یک بحث دیگه ای را ایجاد میکنه نمیکنه؟ حالا ما مثلا وقتی میگیم نصیحت بیشتر به همون موعظه و خیرخواهی از راه پند و اندرز، اگه بخوایم خیرخواهی را از راه کمک و این چیزا باز یک معنی دیگه ای نمیگیره به خودش؟ چرا که یک جاهایی هست خانم زهری که ممکن است یک شخصی ما بخوایم پند و اندرز بدیم ولی خب نمیتونیم از لحاظ کلامی بیایم ایره، مثلا به طور مثال یک شخصی که میبینیم که برای فساد ممکنه کشته بشه و مشکل او هم از خاطر اینکه به فساد کشته میشه یه هسته که فقر داره در زندگی خودش، یعنی مشکل فقر باعث شده که این مجبور بشه که به یک فساد رو بیاره، به یک امری که ناسواب باشه، به یک امر حرام رو بیاره. خب ما اگه بخوایم از راه پند و اندرز اینجا وارد بشیم ممکن است خیلی به نتیجه نرسیم، چرا که ما خب حقیقتا او همچنان اون مشکل خودش با قوت خودش باقیه و در ابتدا تلاش میکنیم که مشکل او را حل کنیم،
یعنی وقتی که مشکل او حل شد، یعنی راه بشه پایش بانیم برش بویم وقتی... که به این راه میتونیم مثلا اقدام کنیم. اگر بتونیم که اون مشکل او را حل کنیم، بعد میتونیم که از راه موعظه و نصیحت و پند وارد بشیم و او را خب نسبت به او حرامی که انجام ده متوجه بسازیم. تا زمانی که او با اون مشکل دست پنجه نرم میکنه، متوجه نیست که یه البته میگم مثال هست، متوجه نیست که خب این چه حرامی داره انجام میده و حتی اگر بپذیرم که حرام هستم، میگه خب من ناچار هستم. و وقتی که ما میتونیم که اگر بتوانیم تواری داشته باشیم که از لحاظ مالی این شخص را مستطیع کنیم، خب اینجا میتونیم خیلی راحت تر وقتی که اون مشکلش حل شد، خب حالا میتونیم بهش بگیم که خب ببین تو دیگه نیازی نیست که به این حرام رو بیاری، نیازی نیست که عمل فسخ رو انجام بدیم، حالا دیگه مشکلت حل شده. اینا رو برش توضیح میدیم، برش شرح میدیم که این عملی که انجام داده یک عمل ناصالح هست و خلاف رضای خدا هست به طور مثال. و اونجا هست که بحث پند و اندرز میتونه راه گشا باشه، یعنی واقعا میتونه مفید باشه. پس تصمیم خانم عالمی، یعنی نصیحت کردن و نقد، یعنی کارهای عملی هم داره، یعنی ما باید قدمهای عملی هم پیش بگذاریم، صرف فقط به صحبت و حرف اکتفا نکنیم، به گفتگو فقط اکتفا نکنیم، بلکه قدمهای عملی هم داره. دقیقا قدمهای عملی هم داره و این واقعا میتونه خیلی، یعنی ما در جامعه اگر همین مباحث کمک های عملی اگر باشه، پند و نصیحت و حالا امر به معروف و نهی از منکر، موعظه، اینها بهتر میتونه که خب یعنی نتیجه خیلی بهتری میده. خب یک نوعی دیگه هم همین هست که خب ما در بین مردم تلاش کنیم که به صلح افکنی، یعنی اینکه تا جایی که میتوانیم بین افراد را صلح بندازیم. این خودش قدم های عملی میشه، اینا واقعا جزء قدم های عملی هستن. قبل از اینکه وارد بشیم که گفتگو کنیم به یک شخص را، یعنی به جایی که بخوایم بین دو نفری که به طور مثال که در فامیل ما هسته، حالا در اجتماع هسته، در محل کار هسته، اینها با هم دیگه مشکلات حالا دارن، حالا یک ممکن است یک مشکلاتی داشته باشن از قبل، اینها یک دلخوری بین اونها هسته، قبل از اینکه بخوایم بیایم اینها را نصیحت کنیم، میایم از راه های دیگه میتونیم وارد شیم، یعنی از کلامی وارد بشیم که خب نه شما بهتر است که بیاین با هم دیگه صلح کنین. یک زمینه های صلح را خودمون فراهم کنیم، به طور مثال بین دو نفر غیر مستقیم بیایم از او خوبی های از او پیش از او بگوییم، از زیر باز پیش از او بگوییم، دو طرف را به یک نحوی به هم دیگه مشتاق کنیم. و وقتی که این اشتیاق را در اونها به وجود آوردیم، اینهایی که میگیم از ما منباب مثال هست، بله. وقتی که این اشتیاق را در دو طرف ایجاد کردیم، اونجا هست که میتونیم وارد عمل بشیم، موعظه و نصیحت کنیم و چقدر میتونه اینجا این کارساز باشه، بله. عملی بشه. حالا در رابطه با خانواده و تربیت فرزندان هم ما شنیدیم که الگوهای عملی بسیار مؤثرتر است که ما بیایم نصیحت کرده بریم. بسیار وقت هست که پدر و مادر صرف نصیحت کرده میرن و اولادا قدر که نصیحت شنیدن دیگه گوشای خود محکم میگیرن و حاضر نیستن که بشنون. چه خوب است که از قدمهای عملی و الگوهای عملی استفاده کنن، تایی که بتانن به جایی که کلامی بیان نصیحت بکنن، بیان از طریق عمل به او، یعنی خودشان انجام بدن، خودشان عمل کنن، تا اینکه یک الگوی خوب برای فرزندانشان شون و فرزندانشان هم همون امورات را پیش بگیرن. تشکر میکنیم خانم عالمی از صحبتهایتان، انشالله که موفق باشین، پیروز باشین و تشکر و سپاسگزار از شما که حضور داشتین امروز همراه ما و همراه بیننده‌های عزیز ما در برنامه روشنا. شما عزیزان هم جهان سپاس که همراهی کردین برنامه امروز، برنامه روشنا را. انشالله که در برنامه های آینده و روشنه های بعدی باز هم ما را همراهی کنین. موفق، پیروز و سربلند باشین و خدا نگهدار همگیتان.